هومن سیدی اینجا، هومن سیدی اونجا، هومن سیدی همه جا. هومن سیدی که حالا دیگه 41 ساله شده، کار هنریش رو با کارگردانی شروع کرد. توی زادگاهش رشت کلاس‌های انجمن سینمای جوان را شرکت می‌کرد که نتیجه شد ساختن چند تا فیلم کوتاه. بعد از اون به تهران اومد و توی کلاس‌های بازیگری پرویز پرستویی شرکت کرد. اولین بار توی سال 83 نقش اصلی فیلم یک تک نان کمال تبریزی رو بازی کرد و از همون سال به عنوان بازیگر به اهالی سینما معرفی شد. سال 84 یه حضور کوتاه توی چهارشنبه سوری داشت و بعد توی فیلم پابرهنه در بهشت بازم نقش اول شد که به خاطرش از جشن خانه سینما جایزه گرفت. سیدی بازی در تئاتر رو هم امتحان کرده، ولی انگار نمیخواسته سازنده بودن رو فراموش کنه و دوباره ساخت فیلم کوتاه رو شروع کرده. از 86 تا 88 سه تا فیلم کوتاه ساخت که جایزه‌های زیادی هم از جشنواره‌های داخلی و خارجی گرفت. سه تا فیلمی که شهریور همین امسال به نمایش عمومی گذاشته شد. تو این فیلم‌های کوتاه بازیگرای معروفی هم بازی می‌کنن. همون سال 86 بود که هومن برای اولین بار به تلویزیون اومد. ولی از 86 تا 89 توی بازیگری کم کار شد و فقط یه فیلم سینمایی و یه فیلم تلویزیونی بازی کرد. به جاش مشغول نویسندگی و تدوین و کارگردانی اولین فیلم بلندش بود. آفریقا همون سال سیمرغ بهترین کارگردانی رو از جشنواره فجر گرفت. حتما براتون جالبه که بدونید امیر جدیدی اولین بار توی آفریقا بود که جلوی دوربین رفت. خود شما اگه نبودی به ما کمک نمی‌کردی، کمک بزرگ رو. نه عزیزم، ما شاید به این راحتی نمی‌تونستیم. نه، این یه حقیقت، من همیشه پشت سر شما هم گفتم، همیشه ذکر خیر شما بوده. حالا اگه دوستان نمی‌دونن، خوبه که واقعا مطلع بشن که آقای حسینی خب همیشه که تو اوج بودن، توی اون زمانی که ما خیلی کوچولو بودیم و می‌خواستیم فیلم اولمون رو بسازیم، حقیقتاً شاید اگر می‌خواستن دستمزدشون رو بگیرن به اندازه سه تا فیلم سینمایی بود که من داشتم کلش رو میساختم، ولی لطف کردن، برادری کردن. نه عزیزم، یه حقیقت واقعا، و کمک بزرگی به من و یه تیم کردن تا اون کار اعتبار بگیره و دیده شه و اصلا یک فیلم خوبی هم بود. من خیلی هم دوست داشتم فیلم رو. آفریقا دیدین فیلم رو؟ از اونجا متوجه شدم که هومن چقدر اشراف خوبی به کارش داره. لطف داری. فیلمنامه‌ش آورد، من یه پیشنهاد ترسناک بهش دادم. گفتم هومن بیا تمام دیالوگای منو حذف کن. مال خودتو. مال خودم. گفتم این کاراکتره خیلی هم دیالوگاش خوبه ها، قشنگه، ولی بیا اصلا فکر کن این هیچی نمیگه. من فکر کردم الان میگم شهاب جون خیلی خوشحال شد، انشالله کار بعدی هم دیگه میبینی. ولی گفتش که واقعا، گفتم آره، برو بریم. یعنی تصمیمی رو گرفت که معمولا کسی این ریسک پذیری رو نداره که بخواد بگیره، و اونجا بود که من گرفتم که خوب جایی اومدم. خوب جایی اومدم. آره خلاصه لطف شما بوده. نه لطفه. بعد چقدرم امیر جدیدی مثلا اون فیلم اولین فیلمش بود که با کمکایی که به هر حال هومن مثل یه دوست خیلی خوب، یار خیلی خوب، جواد عزتی که حضورش همه جا با خودش یک مهر و صمیمیت و عشقی با خودش اساسا همراه داره. هم نتیجه خدا رو شکر خوبی بود. سال 90 رو با دو تا سریال توی شبکه‌های 1 و 2 تلویزیون گذروند و 91 با فیلم دومش به سینما برگشت. 13 توی جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت. فیلمای کوتاه بلند سیدی نشون میده که هومن تو کاراش پیگیر دغدغه‌های اجتماعیشه. فیلمای بعدیش یعنی اعترافات ذهن خطرناک من و خشم و هیاهو هم همین روند رو ادامه دادن
و بازم از جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفتن. هومن 3 بار این جایزه رو گرفته و در واقع رکوردش رو داره. بازیگری که تو موقعیت هایی مثل فیلم مصادره و سریال نمایش خانگی عاشقانه توانایی ها و شخصیت سازی کمدی و طنزش رو بروز میده و کارگردانی که فیلم سیاه و تلخ میسازه. شاید بشه ریشه این نگاه رو توی حرفای خودش پیدا کرد. خیلی زیاد احساس میکنم سال فوق‌العاده‌ای رو قرار شروع کنیم. امیدوارم ایشالله. حالا ایشالله اینا داره سفت میشه بعدی ایشالله که نمیشه، نمیدونم، ولی واقعیتش اینجاست که خیلی دلم روشنه. اما احساس میکنم که آدم ها نباید از زخماشون فرار کنن، نباید بپوشوننشون. به نظرم این زخما هزاران داستان داره، هزاران درد رو آدم از سر گذرونده. اشکالی هم نداره زیبان، ما به دنیا میایم که زندگی کنیم، خطا کنیم، راه درست رو پیدا بکنیم. یه چیزایی که اصلا دست ما نبوده، یه جبری بوده و مجبور بودیم ما هم باهاش همینجوری توی این دریای پرخروشانی که داره میره ما هم همش فقط سواریم. اما یه چیزایی هست که خودمون باعثش بودیم، خوباش که لذتش رو بردیم، بداش برامون تبدیل شده به یک شاید یک زخمی که الان کهنه است. به نظرم خوبه که ببریمش و بهش نگاه کنیم همیشه و ازش فرار نکنیم. فهمی کنم پنهان نکردنش به ما همیشه یادآوری میکنه که کی بودیم و الان کی هستیم. امیدوارم که غم و غصه مردم کم بشه، از بین بره، اوضاع اقتصادی برگرده. نمیخوام حرفای تلخی بزنم، اما واقعیتش اینجاست که من قدیم وقتی بچه تر که بودم آرزوم بود که فلان ماشین رو داشته باشم. تا همین مثلا چند سال پیشم وقتی به دستش می آوردم از داشتنش لذت می بردم. وقتی پشت چراغ قرمز می ایستادم خوشم می اومد از اینکه آدم ها ببینن من یک چیزی رو گرفتم. الان اصلا حالم خوب نیست، یعنی دوست ندارم هیچ کدوم از داشته هام رو بیرون بیارم، برای اینکه من موقعی حالم خوب می تونه باشه که اون کسی هم که بغل من بغل تقاطع ایستاده اونم حالش خوب باشه. میخوام انشالله میخوام بگم که حقیقتاً اینی که شاید از بیرون به نظر بیاد ما خیلی خوشخوشانمونه و خیلی حالمون خوبه، واقعاً اینطوری نیست. من خودم رو میگم، از مردمم هر چی داشتم و نداشتم از مردم بوده، برای مردم بوده. حقیقتاً فکر میکنم که موظفم کاری رو که توش ورود کردم به نحو احسن برای مردمم انجام بدم. واقعیتش اینه که ممکنه من این رو داشته باشم، اما زمانی حال دل من خوبه که هممون یکسان و برابر باشیم و امیدوارم که روزی برسه این مردم لایق بهترین ها هستن، شریفترین مردم رو به نظرم ما داریم و خیلی بیشتر باید قدرشون رو بدونیم. اون وسط ها تو سال 91 کارگردانی تئاتر رو هم تجربه کرد که حاشیه دار شد. به خاطر بازی کردن باران کوثری تو این نمایش یه مدت مجوز اجراشون لغو شد. مغزهای کوچک زنگ زده توی سال 96 درخشان ترین ساخته هومن سیدی بوده. هومن سیدی شبکه نمایش خانگی رو هم بی‌نصیب نذاشت و نه تنها تو چند تا سریال بازی کرد، بلکه قورباغه رو هم کارگردانی کرد که اسمای بزرگی توش بازی میکردن و پرداختهای سورئالش ما رو با جلوه‌های تازه‌ای از کارگردانی سیدی آشنا کرد. مخاطبا از قورباغه بسیار خوب استقبال کردند، ولی سیدی بدون هیچ توضیح روشنی از جشن حافظ 1400 کنار کشید.
و الان هم داره فیلم جنگ جهانی سوم رو میسازه و تا اینجا تنها بازیگر شناخته شده این پروژه محسن تنابنده است. اولین باره که تنابنده جلوی دوربین هومن سیدی قرار میگیره. باید منتظر بمونیم و بازی تنابنده رو ببینیم، چون سیدی متخصص استفاده از عجیب ترین آدم ها تو حد نزدنی ترین نقش هاست.